اون دو سه سال قبل از حرفه‌ای شدن خب بازیکنای خوب ما که در سطح تیم ملی بودن اونم تو دو تا باشگاه پرطرفدار و تماشاگر فوتبال ما چیزی ما بین 4 میلیون تا 10 میلیون در سال می‌گرفتن. خب این یهو ناگهان میشه یه مبلغ ما بین 300 تا 800 میلیون تومان برای بازیکنی که ظرفیت پذیرش چنین مبلغی رو نداره و این مسلما اصلا مسیر زندگیش عوض میکنه، به خصوص که اگر از تر شرایطی بزرگ شده باشه که ندونه با این به هر حال با این سرمایه‌ای که به دست آورده چیکار باید بکنه. به نظر من ما به چیزایی که تو گذشته اعتقاد داشتیم باید زندگی میکردیم، واسه ما مثلا چی میگن ارزش داشت، الان نه تنها تو ورزش، تو جامعه هم از بین رفته. شما فقط نگاه بکنین، احترام به بزرگتر، احترام به والدین، احترام به معلم چقدر فرق کرده. و به نظر من این یه مسئله که کلن گریبان جامعه همونو گرفته و از خود جامعه شروع میشه. متاسفانه میبینیم که با تمام این مشکلاتی که به وجود میارن، تعدادی از این بازیکنایی که به هر حال میدونید با یه عذرخواهی و با احیانا بردن دست گل و بعدش هم دو عذرخواهی کردن برمیگردیم سر اصل قضیه از اول و دقیقا مثل این استثنای آقای وزیر اقتصاد که با معذرت خواهی مشکلی رو که بحرانی رو که به هر حال کل ایران ملت ایران نگرانش بودن و به هر حال به صورتی سرهم کرد. من میدونم یه 8-9 روز بسیار 10 روز بسیار سخت رو شما گذراندی، به هر حال اتفاقی رخ داد. من دوست داریم صحبت های شما رو به عنوان به هر حال یکی از بازیکنانی که در اون صحنه حضور داشت اون اتفاق رخ داد شما در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض سلام دارم خدمت شما میهمانتون و جا داره این عید عزیز و خدمت همه هموطنانم تبریک و تهنیه درس کنم. ببخشید قبل از این صحبت شما یه شیس هم یه بیانیه دو بچه هم پیدا میکنم، بیانیه شیس هم بعدش چون با شما صحبت کنم بیانیه شیس هم با هم میبینیم. بفهمه اتفاقا میخواستم همین هم بهتون بگم که دوست داشتم آقای شیس رضایی هم بیاد بخواد صحبت کنه ایشون. حالا شما به عنوان نماینده به حال از بازیکن ما بیانیه شیس رو هم میخونه. خب آقای سرویس، من فکر کنم شما چندین ساله که خودتون حالا به شخص من میشناسین و از سوابق من چه در زمانی که تیم امید بودم و پله پله اومدیم تا رسیم به تیم ملی بزرگسالان و به اذعان تمام اون کسایی که بالاخره به نوعی تومار جمع کردن یا خودشون بالاخره از من توی رسانه ها حالا تعریف که تعریف کنم، همون چیزی که شناختی که از من داشتن ارائه کردن، یکی که من کوچکترین رفتار غیر اخلاقی نداشتم و توی این وضعیت چند وقت اخیر پرسپولیس هم که خودتون شاهدین بالاخره بحران های گریبانگیری تیمون شدن، از شروع فصل از اولین بازیمون تا به الان چه فشارهای روانی تیم روی تیم حاکم بودش و من اصلا نمیخوام با صحبت کردم توی این برنامه. از اینکه البته شما لطف کردین من روی خط آوردین خیلی ممنونم. من میخواستم هفته پیش صحبت کنم، حالا قسمت نشد صحبت کنم، ولی من قبول دارم که بالاخره یه اشتباه ناگهانی خیلی بدی مرتکب شدم، نه تنها خودم و خانواده‌ام و تمام کسان و تمام دوستام رو زیر سوال بردم، بلکه فکر میکنم جامعه فوتبال رو زیر سوال بردم، مخصوصا همبازیام، مخصوصا مسئولین باشگاه و همه اون کسایی که به نوعی با من در تماس و در ارتباط بودن و جا داره از تک تکشون عذرخواهی کنم و خدا میدونه این رفتار کاملا ناگهانه بودش و در شرایط جوی که حاکم در ورزشگاه سردار جنگل بود اصلا نمیتونم. حالا چرا مثلا ما باید بازیکنی در حد من که حدود شاید بگم 12-11 ساله که تو رده اول ملی داره بازی میکنه، به نوعی هم حالا افتخاری داشتم که حالا بازوبند کاپیتانی تیم ملی هم تو چند تا بازی ها در بازو داشته باشم، واقعا وای مباهات منه. و این مثلا که شما گفتین بالاخره شاید بعضی از فوتبالیست ها مثلا از قشر ضعیف جامعه باشن و توی
هایی تربیت شده باشن که مثلا من اینو قبول ندارم. یه قسمتی از صحبتاتون که شده شای خاکپور گفتم من با این خاکپور موافقم، چون همه اینجوری نیستن. حالا خود من تحصیلات عالیه دارم، خیلی از بازیکنان دیگه هم مثلا تحصیلات عالیه دارن. آره اما نه یه آیه نوستی من اصلا مثلا کلی گفت الان یه آمار خود سازمان لیگ در مورد سطح تحصیلات بازیکن ما چیز فاجعه است. من قبول دارم ما خیلی هستن، ما الان چون هم برادران کریمیان هستن هم فوق لیسانس فیزیک و اینا میخونن، خود شما به خیلی هستن الان تحصیلات خوبی دارم داره بهترم میشه، ولی کلن اگر من حیث مجموعی آمار کلی شما نگاه که از فوتبالیست هایی که در سطح اول فوتبال کشور ما خود سازمان لیگ آمارش داده، فوتبالیست ها جز به اخشار فرهیخته جامعه ما نیستن. اینی که قبول دارید اما هستن؟ آره بله آدم هایی هستن که حرفتون رو قبول دارم. با تعدید چیه؟ با آمار الان این آمار مستند خود سازمان لیگ داده که دیگه اون دیگه من که در مورد این صحبت نمی کنم. من اصلا در مورد من نسبت آمار سازمان لیگ من اطلاعاتی ندارم. حالا شما اطلاعاتتون تو این زمینه آره. حالا من این بعد تحصیلی فوتبالیست‌ها در لیگ که آخرش اومده 64% فوتبالیست‌های ما زیر دیپلم هستند. خب این من میگم حتی همین دنیا همینا، یعنی مثلا نه که مثلا وین رونی مثلا فوق لیسانس داشته باشه، نه شما باید اینم در نظر بگیرید که فوتبال حرفه مدرن جدید شما نکن که وقت زیادی از بازیکن بله. میشه که نمیتونن. مثلا خود من که مثلا 2 سال خارج از ایران بازی کردم، من فقط 4 ترم میتونستم مرخصی تحصیلی بگیرم، دیگه نمیتونستم بیشتر از 4 ترم که مرخصی بس. تحصیلی بگیرم. اینم هستش. ولی در مجموع میگم بازم از تمامی مردم، مخصوصا اونایی که به هول و اونایی که به نوعی بالاخره با فوتبال دستن در کار فوتبال دخیل هستن، بازم عذرخواهی خودم رو اعلام میکنم و واقعا میگم تو اون شرایط اصلا اینم بهتون بگم که تو این چندین سال که خود شما بازم به شخص منو میشناسید، شما دیدید مثلا طرز لباس پوشیدن من، طرز رفتار من، یا نمیدونم اگه واقعا کوچکترین چیزی از من دیدین شما اشاره کنید بهش، اصلا من به دیده منتم قبول میکنم و دیگه حرف خاصی نمیمونه. باشه خیلی ممنون آقای نوستاد، تشکر میکنم از شما، تشکر. انشاءالله دیگه همچین مسائلی شاید نباشه. اینم الان باید حسن البته اینم میونه کلمتون بگم، من خدا میدونه که اصلا شما در فرض مثلا شما تا حالا شده مثلا یه لحظه اصلا میخوان از چراغ قرمز رد بشین، مثلا پشت چراغ زرد یه لحظه اصلا یه عجله‌ای دارین، یه چیز اتفاق میشه میخوان رد بشین، میگم که منم یه اشتباهی مرتکب شدم، ولی شما اینو یقین بدونید، یقین بدونید که اصلا ناگهانه بود. میگم تو اون شرط جوی و اون مسائل و دیگه صحبت خاصی نمیدونم. تشکر میکنم از شما که من روی خط من فرصت دارید که بتونم واسه مردم عزیزم صحبت کنم. همین که شما اشتباهتون رو قبول کردید و عذرخواهی کردید این خیلی خوبه. الان که مثلا شرایط جوی اینا حالا خیلی میگم یه اتفاقی که نباید رخ میداده رخ داده و همین که شما عذرخواهی کردید شیس الان بیانیهش رو با هم می‌بینیم عذرخواهی کرده، به هر حال این نشون میده